گذر از تحریم با اتکاب توان دانش بنیان ها. صنعت نفت از اهداف عمده و اصلی تحریم هاست. از این رو شرکت های دانش بنیان می کوشند نیازهای این صنعت رو یک به یک تامین بکنند. یکی از این نیازها شیرالات بزرگ مورد استفاده در صنایع نفته. شایان مهر از 0 تا 100 تولید این شیرالات گزارش می دهد. یک شرکت دانش بنیان حوالی 3 تا. اینجا ساخت بزرگترین شیرالات مورد نیاز صنعت نفت کشور در حال انجام است. آن هم برای اولین بار. ابعاد این شیر حدود 7 متر ارتفاع داره، وزن حدود 14 تن هستش. دبی که در واقع این شیر میتونه خروجی داشته باشه بوده 1300 بشکه در دقیقه هستش. ساخت شیرالات با چنین ابعادی کار آسانی نیست. برای درک بهترین مسئله رای شمال کشور میشه، جایی که مراحل قالبگیری و ریختگری این مصنوعات عظیم انجام می شود. قالبی که شما ملاحظه می کنید قالب شیر 56 اینچه. ابعادش چقدر این قالب؟ 3.5 متر در 2.5 متر در 2.70 متر قدرش. در اینجا ابتدا باید قالب این شیرها با ماسه‌ای فشرده ساخته شود. پس قالب رو با ماسه پر می کنی؟ با گاز CO2 سفت میشه و آماده میشه برای ریختن بالا میره و آماده ذوبیده. در ادامه باید حجم عظیمی از آهن را برای عملیات ریختگری ذوب کرد. این الان 12 تن آهن مذاب هست با دمای 1500 درجه که قراره توی قالبا ریخته بشه برای قالبگیری. وارد مهمترین و حساسترین قسمت ریختگری شده، یعنی ذوب‌ریزی داخل قالب. در نهایت پس از گذشت چند روز آهن مذاب سرد شده و قطعات ساخته شده از قالب خارج می شود. 3 روز تو قالب میمونه که آروم آروم سرد بشه، بعد ما سر ازش تخلیه میکنیم، تمیزکاریش رو انجام میدیم. حالا همراه با قطعات ساخته شده این شیرها به تهران باز میگردیم. اینجا عملیات ماشینکاری روش انجام میشه و بعد هم میره برای سوراخکاری یا بخشای جوشکاری اوله یا همو پوچش سطحی داره و نهایتا میره سالن مونتاژ و در پایان هم تست هیدروستاتیک انجام میشه و این شیر کامل میشه. آنچه این تجهیزات را خاص کرده تنها ابعاد و بزرگی آنها نیست. این شیرها در کنار عظمتشان یک ابزار دقیق هم محسوب می شود. محرک اکشیتورای برقی روش نصب شده. این اکشیتورها جز عملگرهای الکترومکانیک محسوب می شن که نیاز به دانش پیچیده‌ای در زمینه ابزار دقیق دارند. برای تولید چنین تجهیزات تولید توانمندی در طراحی و مهندسی هم مهم است، از جمله دانش پرینت سه‌بعدی. این پرینتر سه‌بعدی برای ما این مزیت رو دارن که به لحاظ ابعادی دقت بسیار بالا دارن و همچنین از مزایای دیگه‌ای که برای ما داره کاهش بسیار چشمگیر زمان تولید و کاهش 40% حداقل 40% هزینه تولید برای ما. با این حال استانداردهای بالا در صنعت نفت چالشی برای تولید کنندگان داخلی است که برای اولین بار اقدام به تولید این تجهیزات کردند. در حوزه صنعت نفت استانداردهای ویژه‌ای حاکم است که ما نمیتونیم از این استانداردها عدول کنیم. خوشبختانه تولیدات داخلی که ما در این حوزه داشتیم استانداردها رو به صورت کامل پاس کردن. نتیجه این تلاش ها افزایش عمق داخلی سازی در تجهیزات صنعت نفت است. بیش از 85% از کل تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت و گاز و پتروشیمی کشور در داخل تولید بکنن. این افتخار بسیار بسیار بزرگه. پس از ماها کار مداوم حالا اولین شیرالات 56 اینچ ساخت داخل آماده بارگیری. این شیرالات عظیم الجثه تولید داخل پس از بسته‌بندی برای نصب در تأسیسات نفتی کشور رای جنوب میشن. این تجهیزات پس از ارسال در خط لوله گورجاسک به عنوان یکی از مهمترین پروژه‌های صنعت نفت کشور نصب میشوند. والوهای کنترلی برای اولین بار، والوهای موتورایز برای اولین بار، اونم در نه در سایزهای کوچک بلکه در سایزهای با توناژ 25 تن برای اولین بار این اتفاقات افتاده. تجهیزاتی که تولید آنها در داخل کشور در کنار رفع نیاز داخلی موجب رونق تولید هم شده است. باعث شده که ما افزایش اشتغال داشته باشیم فقط به خاطر تولید شیرالات سایز بزرگ. از لحاظ درصدی یه چیز اولوش 25% نیروهای متخصص از دانشگاه‌های خوب کشور و قابل اعتماد و بچه‌های خبره و نخبه به این مجموعه اضافه شدن. بالغ بر 15 میلیون یورو هم باعث جلوگیری از ارزبری شده. اکنون باید گفت کشور ما به دانش تولید این تجهیزات مورد نیاز صنعت نفت دست یافته.
دانشی که دیگر هیچ تحریمی نمیتواند آن را از ما بگیرد. امیر شایان‌مهر، خبرگزاری صدا و سیما.